سلام میکنم به همه شما عزیزان و همراهان پرژن اوارد جوایز پارسی. مژده هستم با سری برنامه های ادبیات جنگ. یکی از پدیده هایی که از دیرباز تا کنون گریبانگیر بشر شده و صدمات بسیار زیادی به همه جهانیان زده جنگ است. رخدادی ناخوشایند که در طول تاریخ پیامدهای عظیمی داشته و یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخی ایران زمین جنگ ایران و عراق بوده که تأثیرات اون رو میتونیم در نوع ادبیات پس از جنگ در ایران زمین به وضوح ببینیم. در سلسله برنامه‌های به عنوان ادبیات جنگ می‌خواهیم میزگرد و گفتگویی داشته باشیم در سه موضوع زیر: سایه جنگ در ادبیات داستانی، آسیب شناسی ادبیات جنگ و چالش‌های ادبیات جنگ، و با نویسندگانی که در این سبک قلم زدن آشنا شدیم. امروز در خدمت دو میهمان عزیز برنامه، آقای رضا نجفی و خانم نوری ایجادی به همراه خانم بهار کاظمی که تهیه کننده میهمان این برنامه، این سری برنامه های ادبیات جنگ هستیم. آقای نجفی و خانم ایجادی خیلی خوش آمدین، ممنون از اینکه دعوت من و خانم کاظمی رو پذیرفتین. خانم ایجادی یک سلام و احوالپرسی با عزیزان بکنید تا من شما رو معرفی کنم. خواهش میکنم. سلام میکنم به دوستانی که بیننده این برنامه هستن و امیدوارم که یه گفتگویی که امروز داریم، این بخشی که کمتر در حوزه ادبیات بهش پرداخته شده، یکم راجبش صحبت کنیم و قطعا گفتگوی لذت بخشی در خدمت شما آقای نجفی. خیلی ممنون از حضور شما. خانم ایجادی تحصیل کرده کارشناسی مدیریت بازرگانی هستند و نویسنده، عضویت در انجمن نویسندگان کودک و نوجوان سرای اهل قلم خانه کتاب هستند. از ایشون آثار بسیار زیادی به جا مونده که من چند تا از اثراتشون رو براتون میخونم. البته همکاری های زیادی داشتن، همکاری با دفتر امور کودکان، بهزیستی کل کشور جهت تعریف کتاب کار مربی، همکاری با آموزش و پرورش در پروژه بازنگری و تدوین دوره پیش دبستانی، مسئول بخش نوجوان سیمای جمهوری اسلامی دهه 60، همکاری با دفتر صنف تهران جهت برنامه ریزی روز جهانی کودک و همکاری دفتر یونیسف در تهران. بله، من هرچی نگاه کردم نمیتونم بخونم برای اینکه یه و همه چیش از هم جدا بود. دفتر یونیسف، بله، دفتر یونیسف تهران جهت برنامه ریزی روز جهانی کودک. خانم ایجادی، البته این رزومه که من دارم میبینم خیلی زیاده، از زبان خودتون میشنویم، چون من نام کتابهایی رو هم که تألیف کردین رو از زبان خودتون میشنویم. خواهش میکنم. همطور که شما اشاره کردین، من سنفه زیادی بیشتر دهه 60 و 70 رو برای کودکان و جوان کار کردم و تعریفاتی دارم، جایزه کتاب سال دارم تو حوزه کتاب کودک، اما یه چند سالی فیلم نامه نویسی کردم. از سال 88 به ادبیات داستانی رو آوردم به علت اینکه علاقه مندی شخصی من بود واقعا، و اجازه بدیم که من فقط به دو کتابی که در حوزه ادبیات داستانی منتشر شده اشاره بکنم. یه مجموعه داستان هست به نام کسی صدا میزند لیلی که نشر قطر ساده 91 منتشر کرد، و کتاب دوم هم بعد از فراز و نشیب های فراوان امسال بالاخره مجوز گرفت و اخیراً منتشر شده به نام میدان آقای کتابی که نشر کتابدار زحمتش رو کشیدن. خیلی ممنون از حضور شما و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای رضا نجفی، آقای نجفی دانش آموخته زبان و ادبیات آلمانی هستن. آقای نجفی خیلی خوش آمدین، اولی سلام احوالپرسی با عزیزانی که اینجا هستن داشته باشین تا من رزومه کاری شما رو معرفی کنم. خیلی ممنون هم از دعوت شما و سلام میگم به همه شنوندگان و بینندگان این برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون آقای شما الان آلمان تشریف دارید درسته؟ بله من آلمان هستم. بله. دانش آموخته زبان و ادبیات آلمانی کتاب‌هایی که دارن البته آماده انتشار، من اجازه دارم کتاب‌های آماده انتشار رو هم بخونم. بله. بزم بی‌معنایی یک رمان هست، فرهنگ جامعه سیاست مجموعه مقاله، آلمان افسانه زمستانی سفرنامه، سفر به اقالیم جان واس هم این سفرنامه هست، در جستجوی مکانهای از یاد رفته زندگی نامه خود نوشت، کتابهایی که دوستشان داشتم مجموعه نقدهای ادبی، داستانهای هول و هراس نشر افق، عاشقانه هایی برای النا انتشار مروارید و داستانی برای مردگان که مجموعه داستان هستش نشر مهدی لندن، در قلمرو مرگ نشر چشمه، پرس زدن در مه برگزیده اشعار هرمان هسه، از کافکا تا گراس درآمدی بر داستان نویسی، فردریش نیچه و گزینگویه هایش تألیف تدوین و ترجمه، هرمان هسه و شادمانی های کوچک انتشارات مروارید، سیاه خاکستری سپید ترجمه و تدوین درآمدی بر رمان معاصر غرب انتشارات آینده پویان، و همکاری هایی هم داشتن با همکارهای دیگری، قصه های آبی، گزیده مقالات همایش ادبیات عامه پسند، دفتر مطالعات ادبیات داستانی، گزیده مقالات همایش بررسی داستان های دینی، غرب و غرب شناسی و 1378 تا 1383 فرهنگ آثار که یک دایره المعارف است به سرپرستی رضا سید حسینی انتشارات سروش. آقای نجفی آثار باز هم هست، من هم آثار ویرایشی، مقالات در نشریات و مطبوعات و فعالیت های حرفه‌ایتون از زبان خودتون میشن. راستش بعضی وقتا از من میپرسن چی کاری، خیلی سخته گفتنش، چون کسی که بخواد تو حوزه فرهنگ کار بکنه مجبوره که توی جایی مثل ایران تو شاخهای مختلف کار بکنه که بتونه زندگیشو بگردونه دیگه، از ویراستاری تا روزنامه نگاری تا ترجمه تا تدریس و همه اینها. برای همین من تو حوزه‌های مختلفی کار کردم، ولی سعی کردم که لااقل محوریتش با ادبیات باشه، یعنی چه وقتی که ترجمه کردم یا ویراستاری کردم، تدریس کردم، نقد کردم، همینو در حوزه ادبیات داستانی است. بنابراین یه ذره شلوغ پلوغ کارنامه کاری من، ولی همه حول محور ادبیات داستانی است. ادبیات داستانی و نقد ادبی بیشترش. بله. خیلی ممنون و خیلی خوش آمدید به این برنامه. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم کاظمی عزیز و با زحماتی که کشیدن و این سری برنامه‌های ادبیات جنگ رو با حضور دو مهمان عزیز هماهنگی کردن. خانم کاظمی خیلی ممنون، میشنویم صدای شما رو و یه مختصری از خودتون. خیلی ممنون از شما، سلام می‌کنم خدمت اساتید محترم خانم نوری جادی عزیز، آقای رضا نجفی عزیز و شما خانم مقدم عزیز، و همینطور دوستان محترمی که بیننده برنامه ما هستم. خب این سری از برنامه ها رو ما قرار شد بپردازیم به ادبیات جنگ و تشکر میکنم از دو عزیزی که امشب برنامه ما رو در واقع مزین کردن، به حضورشون پذیرفتن دعوت ما رو و در حضورشون هستیم. امشب میخواییم پیش درآمدی داشته باشیم بر تعاریف در واقع ادبیات جنگ. در حقیقت بله خانم کاظمی عزیز، ببخشید چون صداتون قطع و وصل میشه. پیدایش ادبیات جنگ توی ایران و حالا صحبتایی که دوستان خواهند داشت. خیلی ممنون خانم کاظمی عزیز، شما صحبت یه مقدار صداتون قطع و وصل میشه، صحبتاتون بریده میاد. من یک بار دیگه صحبتهای شما تکرار میکنم برای عزیزانی که صدای ما رو دارن. این در این سری برنامه ها همونجور که اشاره کردم اول برنامه به موضوعاتی که میخواییم بپردازیم، سایه جنگ بر ادبیات داستانی و تعاریف ادبیات جنگ
در حقیقت در این اتفاقی که افتاد و جنگی که به وجود اومد و تأثیری که روی ادبیات گذاشت. خانم ایجادی، ما با شما شروع می‌کنیم که شما در اول به ما بگید که اصلا این ادبیات جنگ رو نظر شما بعد از کلن جنگ ایران عراق که به وجود اومد در کشور و نوع نویسندگانی که بر این موضوع در حقیقت تاکید داشتن و در مورد این موضوع می نوشتن تعریفش چیه؟ چون هیچ وقت نه میزگردی، نه گفتگوی، نه صحبتی از ادبیات جنگ نشده. تعریف شما از این نوع ادبیات چیه؟ در حقیقت خانم مقدم عزیز، شما دشوارترین سوال ممکن رو مطرح کردید، چون واقعا فرق هست که بشه یک تعریف جامع و مانعی رو از ادبیات جنگ ارائه داد. خب قاعدتا ادبیاتی که به لحاظ موضوع و یا مضمون به جنگ به پردازه میتونه ادبیات جنگ محسوب بشه و میدونید که ادبیات جنگ یک گونه و ژانر جدیدی در ادبیات جهان هست و بعد از جنگ جهانی به عنوان یک ژانر مستقل وارد به حوزه ادبیات میشه و شناخته میشه. ما هم در ایران تا پیش از جنگ ایران و عراق چیزی به نام ادبیات جنگ نداشتیم، هرچند که در برخی از آثار حتی شاخصی مثل سبوشون سیمین دانشور از اشغال ایران توسط متفقین به عنوان بستر و زمینه رمان استفاده میشه، ولی اونقدر پررنگ نیست و تأثیری در روند شکلگیری رمان نداره که بتونیم بگیم که مثلا چنین کتابی میتونه متعلق باشه به ادبیات جنگ. به واقع همونطور که خودتون فرمودین، ادبیات جنگ پس از جنگ ایران و عراق شکل میگیره و یک مسیری رو طی میکنه که در نهایت به ادبیات مستقلی ما میرسیم در حوزه جنگ. اونچه که اهمیت داره اینه که ما با دو نوع رویکرد در حوزه ادبیات جنگ مواجه هستیم. خب قاعدتا اولین رویکرد نویسندگان در زمانی هست که جنگ در حال وقوعه. اوایل دهه 60 ما شاهد این هستیم که داستان و حتی رمان نوشته میشه با موضوع جنگ. تا حدود زیادی این بخش از ادبیاتی که در زمان خود جنگ داره اتفاق میفته متأثر است از جو عمومی که در جامعه وجود داره، یعنی اون شور و اشتیاقی که مردم برای حمایت از جبهه و پشت جبهه دارن انجام میدن و حاکمیتی که یا دولتی که داره تهییج میکنه مردم رو مدام، یک مقدار شعار زدگی به نظرم توی اون ادبیات وجود داره. حتی در رمان بسیار معروف زمین سوخت از احمد محمود که با یک رویکرد ملی میهنی به جنگ میپردازه، شما میبینید که گاهی سمت و سوی شعارگونه پیدا میکنه و اصلا توی یه بخشی از رمان که به صراحت شعار مطرح میکنه، با اینکه به واقع داره زندگی مردم اهواز رو، بخشی از مردم اهواز رو در خلال ماهای آغازین جنگ به ما نشون میده، اما مبرا نمیمونه از این شور و شعاری که در زمان جنگ وجود داره. کارهای دیگری هم هست که میشه بهش اشاره کرد که علارغم این که آثار قابل توجهی هستند و نویسندگان مستقلی اینها رو نوشتن،
اما درگیر این ماجرا هستن. پس از اینکه جنگ به پایان میرسه ما با رویکرد دیگری در حوزه ادبیات داستانی مواجه هستیم. در حقیقت خانم ایجادی ببخشید من میونه کلامتون میام، اون تعریفی که شما از ادبیات جنگ دادید میفرمایید که اصلا بعد از کلن جنگ خودش رو تعریف کرد، شروع شد و بر اساس سیری که به وجود اومد شد تبدیل شد به یک ادبیات مستقل. اینجور طبق فرمایش شما برمیگردیم که در مورد اینکه بعدش چه اتفاقاتی افتاد و کلن این ادبیات مستقل چجوری شکل گرفت با هم صحبت میکنیم. آقای نجفی میشنویم صحبتهای شما رو در مورد تعریفی که شما از ادبیات جنگ دارید با توجه به صحبتهایی که خانم ایجادی کردن و اینکه اصلا نظر شما این ادبیات وجود داشته قبل از جنگ ایران عراق یا بعدش به وجود اومده، کلن چه تعریفی شما از این ادبیات دارید؟ صداتون رو باز کنید آقای. بله ببخشید. یک تدقیق به قول معروف، یعنی دقت بخشی به بحث اضافه کنیم. من موافقم که ما ادبیات داستانیمون درباره جنگ تو ژانر جنگ بعد از جنگ ایران عراق تازه آغاز میشه، ولی این به این معنا نیست که ما ادبیات جنگ نداشتیم. یعنی خیلی بستگی داره به اینکه شما ادبیات رو به معنای عام دارید در نظر میگیرید یا ادبیات داستانی. درسته ادبیات داستانی ما خیلی نوپاست، خب از جمالزاده آغاز میشه، 100 سالش بیشتر نیست، طبیعی هم هست که ژانر ادبیات جنگی هم تازه بعد از جنگ ایران عراق توش آغاز میشه. ولی که عام در نظر بگیریم، یعنی شعر هم در نظر بگیریم برای نمونه، ادبیات جنگ خیلی کهن خواهد بود اگر ادبیات داستانی صرفا مد نظر نباشه. و به نظر من خیلی جالبه که ادبیات هر کشوری کمابیش با ژانر یا با درون مایه و مضمون جنگ آغاز شده. مثلا شما بیاد ادبیات مثلا یونان رو نگاه بکنید، قدیمی ترین کاری که ما در ادبیات یونان سراغ داریم الیاد و اودیسه است، مضمون جنگ توش هست. بیوولف رو توی ادبیات انگلیسی در نظر بگیر، یا منظومه ایگور تو ادبیات روسی رو در نظر بگیر، و تقریبا هر کشوری که شما برید سراغش یا در ادبیات فارسی مثلا شاهنامه رو در نظر بگیرید، به هر حال مضمون جنگ یکی از مضامینی که شما در شاهنامه میتونید ببینید وجود داره. کمابیش میشه گفت که ادبیات هر کشوری با حماسه آغاز میشه و مضمون اصلی حماسه جنگ هست. پس پیوندی بین سرآغاز ادبیات هر کشور و مضمون یا درون‌مایه جنگ در واقع وجود داره. و به این ترتیب در حوزه شعر و اینها خب میتونیم بگیم که قدمت این مضمون یا ژانر به اندازه خود ادبیات، ولی در ادبیات داستانی خب قضیه در واقع متفاوت میشه. ما کاملا در این مورد فقیر بودیم و علتش هم اینه که هم ادبیات داستانیمون خیلی نوپا بوده و از زمانی که ما شروع کردیم به نوشتن رمان و داستان طبیعتا درگیر جنگ نبودیم، برخلاف خیلی کشورها. مثلا شما حساب بکنید آلمان، فرانسه، انگلستان، امریکا، خیلی کشورهای دیگه درگیر جنگ بودن، طبیعتاً توی ادبیاتشون بازتاب داده شده، ولی ما هم ادبیات داستانی رو دیر شروع کردیم، هم درگیر جنگ نبودیم و تازه بعد از اینکه جنگ ایران عراق اتفاق میفته ما هم آغاز میکنیم یک ژانری به اسم ژانر، حالا به قول دولتی ها دفاع مقدس، نویترال اگه بگیم، خونسا بگیم، ادبیات جنگ یا ادبیات پایداری، یک چنین پدیده رو در واقع ما آغاز میکنیم و به علت همین نوپا بودنش هم البته یک آسیب ها و نارسایی هایی در واقع داره.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. البته من این رو اضافه کنم با توجه به صحبت‌های خانم ایجادی که ادبیات جنگ بله هم ادبیات داستانی رو در بر می‌گیره، هم شعر رو، همونجور که شما فرمودین ما در این برنامه در مورد ادبیات داستانی صحبت می‌کنیم، ولی به طور کلی ادبیات جنگ همونجور که شما فرمودید دوتا سبک رو در بر میگیره، هم شعر و هم داستان، چرا که اصلا ادبیات هستش، حالا لزوما بر اساس داستان حول محور صحبت‌های امروز ما هسته. خیلی ممنون از اینکه این رو متذکر شدید. من گفتم برای عزیزانی که با ما همراه هستن این رو بدونید. خانم کاظمی عزیز صحبتی دارید شما در مورد تعریف ادبیات جنگ؟ میشنویم صحبت‌های شما رو، بعد بریم در مورد سوال بعدی، تفاوت ادبیات جنگ ایران و سایر کشور. خانم کاظمی عزیز فقط صداتون رو لطفاً باز کنید. صحبتی به خصوصی ندارم در موردش، فقط برام جالب بود که من خودم واقعیتش به این قضیه فکر نکرده بودم که خب اون اشعار حماسی که ما داریم توی در واقع ادبیاتمون رو میتونیم به عنوان ادبیات جنگ حساب بکنیم و جالب هستش بهش فکر بکنیم. و اگر بخوایم با این دید نگاه بکنیم، بله ادبیات ما ادبیات غنی جنگی داریم با اون به قول معروف شاهنامه خیلی پرباری که ما داریم که حالا طعنه میزنه به ادبیات جنگ جهان. ولی خب حالا اگر در همین خصوص در واقع ادبیات داستانی بخوایم حساب بکنیم، مسلماً ادبیات نوپا و نوظهوری هستش. در مورد تفاوت ادبیات داستانی ایران و جهان، من فکر میکنم که تو سمینار قبل توضیحاتی دادم، اجازه میخوام که فعلا بسپاریم به دوستان تا بیشتر توضیح بدم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از توضیحات شما خانم ایجادی عزیز. ممنون از تعریفی که کردید، از پیشینهی که در حقیقت همونجور که آقای نجفی هم گفتن خیلی جوان و نوپا هستش این ژانر ادبی در ایران، در زبان فارسی شاید بشه گفت ادبیات داستانی. نظر شما به عنوان تفاوتی که ادبیات داستانی جنگ با ادبیات کشورهای دیگه داره، یا اصلا تعریفی که از این شاید جنگ در ادبیات داستانی نویسندگان ایرانی با نویسندگان خارجی شده، حالا کشورهای متفاوت که توش جنگ بوده، از نظر شما چه تفاوتی وجود داره؟ من اگر اجازه بدین میخوام قبل از این که به این برسیم اصلا این بحث رو محول کنیم که آقای نجفی زحمت شده کشن پاسخ بدن، من به یک تفاوتی در حوزه خود ادبیات جنگ ایران بپردازم. خواهش میکنم. به نظرم این مهم هست و باید دیده بشه. ما در دوره جنگ و همونطور که آقای نجفی فرمودن، خب اسمای دیگه ای الان داریم استفاده میکنیم، حالا تو این برنامه ما از کلمه جنگ که کلمه عام هست استفاده میکنیم، ولی در خلال جنگ تغییر نام میده، یعنی جنگ ایران و عراق تبدیل میشه به دفاع مقدس. و امروز هم وقتی داریم راجع به این نوع ادبیات حرف میزنیم، بخشی از جامعه که بیشتر بخش دولتی هستن و ناشرین دولتی و نیمه دولتی هستن، ازش به عنوان ادبیات دفاع مقدس و ادبیات پایداری هر دو یاد میکنن و صحبت میکنن. خب این از کجا برمیاد؟ از اونجایی برمیاد که جنگ ایران و عراق نه به عنوان یک جنگی بر سر مرز و خاک، بلکه به عنوان یک جنگ ارزشی دنبال میشه و این جنگ ارزشی باعث میشه که ما دو نهله ادبی داشته باشیم در ادبیات جنگ. ما یک بخشی از ادبیات رو که در زمان جنگ داشتیم که برای تهییج شور عمومی بود و متأثر از همین ماجرا بخشی از نویسندگان مستقل هم رفتن دنبالش، چون به هر صورت نویسنده متأثر از وضعیت اجتماعی می نویسه،
در بعد از انقلاب می‌بینیم عملاً دو تا مسیر متفاوت در ادبیات جنگ در ایران شکل می‌گیره. یکی رویکرد دولتی هست که کماکان به دنبال این هست که قهرمان سازی بکنه و داستان‌هایی رو گاهی سفارشی، اغلب سفارشی می‌نویسن. برخی نویسندگان که تعدادشون حتی نویسندگان نوقلمی هستن و تجربه چندانی ندارن و کماکان همون خط سیر کلی اون ادبیات زمان جنگ رو دنبال میکنن، اما نویسندگان مستقلی هم هستن که به دنبال این هستن که تبعات جنگ و تأثیرات جنگ بر زندگی مردم، بر زندگی عموم مردم، چه کسانی که در جبهه ها بودن، چه خانواده های اینها، چه کسانی که مثلا دچار جان چیز نقص عضو شدن و دیگرانی که به هر حال خیلی مستقیم در ارتباط با جنگ نبودن اما فرض بفرمایید که تبعات اقتصادی و اجتماعی جنگ رو تحمل کردن، در مورد اینها می نویسن. عواقب و آسیب‌هایی که جامعه به لحاظ روانی دیده، تعدادشون البته آنچنان زیاد نیست متاسفانه، ولی وارد این بخش میشن و به عمق تأثیرات جنگ توجه میکنن. به نظر من ادبیات جدی ما در حوزه جنگ شامل این بخش میشه. اما میبینیم که حمایت‌های دولتی از این بخش که اصلا وجود نداره، بلکه حمایت‌های دولتی به سمت همون ادبیات دفاع مقدس و ادبیات پایداری هست که به واقع من الان نمیتونم یه کار بسیار شاخص و ارزشمندی رو از اون حوزه مثلا اسم ببرم. حداقل من با مطالعات اندکی که داشتم باهاش مواجه نبودم. یه همچین تفاوتی رو ما توی این دوتا شاخه الان توی مملکت خودمون داریم و قابل مقایسه کردنه، قابل بحث کردنه. خواستم که به این مورد اشاره بکنم و باقی وقت در خدمت دوستان دیگه که در مورد سوال شما. خواهش میکنم. خواهم اینجوری صحبتی که شما میفرمایید، بله خب در راستای به همین دلیل این سری برنامه های ادبیات جنگ هست، چون صحبتی که شما میفرمایید در مورد اینی که اصلا خود این ادبیات جنگ همونجور که خودتون گفتین نوپا به وجود اومده، یه سری نویسندگان در مورد خود جنگ نوشتن، در مورد رمان آقای احمد محمود صحبت کردیم، زمین سوخته، کلا زمانی که این اتفاق افتاده و همینجور طبق سیری که داشته رسیده به این مرحله که خب حالا عواقبش چیه، آسیبهاش چیه و چه اتفاقاتی بعدش افتاده که بهش پرداخته نشده، حالا به دلایلی همونجور که هم شما هم آقای نجفی اشاره فرمودید که خب این ادبیات جنگه، ما نمیتونیم بگیم دفاع مقدس، یعنی نمیتونیم بگیم که، یعنی منظورم این تفسیری که ازش شده این بوده که دفاع مقدس یا به شکل ارزشی باشه. خب مسلماً یه سری اتفاقات بعدش رو شاید نشه در اون دفاع مقدس تعریفش کرد و شاید همونجور که شما گفتین حمایتی نشده باشه یا اصلا در موردش صحبتی نشده باشه. این چیزی که شما فرمودید، بحثی که شما فرمودید، حتما در موردش صحبت میشه. منتها قبل از اینکه وارد خود این تفاوتی که در طول زمان جنگ و بعد از جنگ به وجود اومده، اول بریم سراغ اینکه اصلا چه تفاوتی داره این ادبیات داستانی فارسی زبان، نویسندگان فارسی، نویسندگانی به زبان فارسی نوشتن با نویسندگان جهانی. آقای نجفی، ما صحبت‌های شما می‌شنویم. خواهش می‌کنم. قبل از اینکه وارد این قضیه بشم، در تکمیل صحبت‌های مهمان عزیزمون باید یکی دو تا نکته رو بگم. یکی اینکه در تعریف ادبیات جنگ ما دیدیم که گرایشی که وجود داره به ویژه در ایران، فکر می‌کنم که هر جایی که صحبت از توپ و تانک و تفنگه، جبهه است و خط مقدمه، این یعنی ادبیات جنگ. در حالی که در غرب ما می‌بینیم که پیامدهای جنگ هم جزء ادبیات جنگ محسوب میشه. آثاری رو نوشتن، مثلا نویسنده‌های آلمانی نوشتن که
جنگ تموم شده، حالا قحطی بعد از جنگ هست. این هم جزء ادبیات جنگ محسوب میشه چون پیامد جنگه، قحطی، بیکاری، معلولین، آسیب دیده های جنگ. به این ترتیب در واقع ما چندین نوع، چندین گونه از ادبیات جنگ داریم که یکیش ادبیات جبهه هست. در ایران فکر کردن که ادبیات، یعنی ادبیات جنگ همون ادبیات جبهه هست، ولی ما ادبیات جبهه داریم، ادبیات پشت جبهه داریم، ادبیات اسارت داریم، ادبیات گریز داریم، ادبیات مقاومت داریم. همه اینها به هر حال به جنگ ربط پیدا میکنه، بنابراین باید بدونیم که همینا ادبیات جنگه، ولی در ایران بیشتر ادبیات جبهه مد نظر بوده و نه اون شاخه‌های دیگری که به هر حال به جنگ ربط پیدا میکنه. این در واقع یه نکته. حالا بعداً هم درباره این صحبت میتونیم بکنیم که بسته به این که هر کشوری چگونه جنگ رو تعریف کرده یه عناوینی پیدا کرده. مثلا فرض کنید آلمان که خودش متجاوز بوده طبیعتاً نمیتونه بیاد یه عنوانی برای خودش بذاره، بگه ادبیات دفاع مقدس، ادبیات پایداری، ادبیات جنگ کبیر میهنی، هیچ کدوم اینا رو نمیتونه بگه. ناچاره که بگه ادبیات جنگ یا ادبیات ضد جنگ. ولی یعنی بسته به این که شما بازنده باشید یا برنده باشید، متجاوز باشید یا قربانی باشید، مقاومت کرده باشید یا تسلیم شده باشید، عناوین فرق میکنه. ما در فرانسه ادبیات نهضت مقاومت رو داریم، در شوروی ادبیات جنگ کبیر میهنی داریم، مثلا در آلمان ادبیات ضد جنگ داریم. در ایران هم حالا اومدن گفتن ادبیات دفاع مقدس. خب من خیلی مخالف این عنوانم. چون وقتی شما کلمه مقدس رو میارید، خود به خود درسته ممکنه منظورتون دفاع باشه، این دفاع مقدسه، ولی وقتی این کلمه رو میارید خود این ادبیات هم مقدس تلقی میشه و بعد نمیتونید نقدش بکنید و نمیتونید بگید که آقا در این جنگ خودی ها هم اشتباه کردن، ممکنه که مثلا چه میدونم سرباز ترسو هم ما داشتیم، فرمانده یه نمیدونم بیرحم هم داشتیم، ما هم یه جا بد رفتاری کردیم و هزار یک چیزی دیگه. به این ترتیب من با این واژه دفاع مقدس مشکل دارم. فکر میکنم که همونطور که مهمان دیگر برنامه گفتن، خانم ایجادی، این یک مشکل ایجاد میکنه در دولتی هست، این دیدگاه دولتی و مشکل ایجاد میکنه و ما اگه بخوایم خیلی بیطرف نگاه بکنیم باید از یه واژه‌های خونساتری مثل ادبیات جنگ استفاده بکنیم. البته من خودم متاسفانه وقتی که در ایران بودم و مقاله می نوشتم به هیچ وجه اینا زیر بار نمی رفتن که از واژه‌هایی مثل ادبیات، یعنی سردبیرها و نشریات و جایی که سخنرانی بود، واژه خونسای ادبیات جنگ رو نمیپذیرفتن. سرانجام اینقدر کشاکش کردیم آخرش به هر حال به یه راه حل میانه رسیدیم که ما بگیم خیلی خوب ادبیات پایداری، چون پایداری باز بالاخره یه مقدار تعدیل یافتر از ادبیات مقدسه و خب طبیعیه که به هر حال باید قبولم بکنیم که جنگی که در ایران اتفاق افتاد به هر حال ارتش عراق بود که آغازگر جنگ بود. بگذریم که حالا این طرف ما چقدر تحریک کردیم نکردیم، حالا بحث دیگری است، ولی به هر حال میشه ادبیات پایداری رو پذیرفت در مورد ادبیات جنگ ایران. ترجیح من البته خیلی خونساتره که همون بگیم ادبیات جنگ. این یه نکته. و بعد اینکه بگیم جنگ یا ضد جنگ هم یه ذره سوء تفاهم به وجود میاره، چون معلومه که هیچ کسی حتی متجاوز هم نمیگه که من ستایشگر جنگم. حتی متجاوزین هم میگن که ما دفاعی داریم عمل میکنیم، برای صلح داریم میجنگیم. و جنگ در نزد همه مذموم هست. ما وقتی میگیم ادبیات جنگ خود به خود منظورمون ادبیات ضد جنگه، ولی اون که میگیم ادبیات جنگ، ادبیات ضد جنگ است. این یه نکته در مورد بحث عنوان که همونطور گفتم باب موقعیت ملت‌ها در جنگ اسامی متفاوتی میتونه در واقع پیدا بکنه. اما
یک صحبتی هم شده بود که درباره بحث دولتی بودن، مشکلاتی که دولتی شدن این نوع ادبیات به وجود میاره. فکر کنم آسیب اصلی که واقعا ما خوردیم همینه. یعنی وقتی شما یک رویداد ملی که همین بحث جنگ باشه، یک کشور بیگانه تجاوز کرده میخواد بیاد آب و خاک ما رو بگیره، خیلی خیلی طبیعیه که همه ما عرق میهنی هم داریم و مقاومت میکنیم دیگه، اون پایداری که صحبتش هست. چرا یک پدیدی که ملی و میهنیه ما میاییم و فرو میکاهیم، تبدیلش میکنیم به یک امر ایدولوژیک، تبدیلش میکنیم به یک امر حکومتی و سیاسی، و این خیلی آسیب میزنه؟ به خاطر اینکه بسیار از نویسنده های مستقل دوست داشتن درباره جنگ بنویسن، هم سانسور دولتی و ممیزی دولتی جلو اینا رو گرفت. ما دیدیم که مثلا سر کتاب زمین سوخته احمد محمود اینا چقدر در واقع اذیت کردن، حتی کتاب آقای احمد دهخان که خودش حتی تو جبهه بوده، زخمی شده، من قاتل پسرتان هستم، چقدر آسیب زدن بهش. کتاب آقای آبکنار رو توقیف کردن. یعنی حتی وقتی ما نویسنده های مستقل و بیطرفمون اومدن درباره جنگ نوشتن، بایکوت شدن، اذیت شدن و کار رو به جایی رسوندن که خیلی ترسیدن واقعا درباره جنگ بنویسن، مبادا دولتی محسوب بشن. ببینید من داستان جنگ ننوشتم، نقد یا پژوهش ادبیات جنگ کردم، ولی خود من حتی این مشکل رو داشتم که وقتی من درباره ادبیات جنگ دارم نقد می‌نویسم، بیا اگر یه جایی نقاط مثبت فلان کار رو بگم، میگن که خب دولتیه، در حالی که خب واقعا چنین نیست. و از اون طرف خب بالاخره خب کشور آدم مورد تهاجم قرار گرفته، ما که دیگه مایل نبودیم که واقعا عراق بیاد ایران رو بگیره و تصرف بکنه. شما میایی علیه این جنگ صحبت میکنی، یه جور مشکل پیش میاد، میخوای دفاع بکنی، میترسی که برچسب دولتی مثلا بهت بخوره. اینا همه آسیب های این است که وقتی دولت میاد جنگ رو مصادره میکنه، یک امری که ملیه تبدیل به یک امر حکومتی، سیاسی، شعاری میکنه، آسیب میزنه. خیلی از نویسنده هایی که میتونستن بنویسن درباره جنگ میترسن، نمینویسن که مبادا دولتی مثلا تلقی بشن. اینا جز آسیب هایی که ما خوردیم به خاطر اینکه یک بخشی از حکومت لاغل سعی کرد که بحث جنگ رو تبدیل به یک امر سیاسی و حکومتی بکنه و ایدولوژیکش بکنه. پرحرفی کردم، من باز بر میگردم. نه خواهش میکنم آقای نجفی، طبق صحبتهایی که شما کردین، این بحث عنوان رو که ادبیات جنگ ما نامگذاری کردیم، این رو یکی از دلایلش که من و خانم کاظمی داشتیم در مورد این برنامه اصلا با هم صحبت میکردیم همین بود که اولا که هم ادبیات داستانی رو در بر بگیره، هم شعر رو، هم کلن ادبیات رو، حالا هر کس به هر نوعی در مورد جنگ نوشته. و اینکه خیلی صحبت قشنگی شما کردین که تعریف جنگ در هر کشوری اصلا یک چیزه، که تو کشوری مثل آلمان اصلا جنگ رو یک تعریف دیگه ای دارن، در کشور فرانسه یه جور دیگه، روسیه یه جور دیگه، و در کشور ایران جنگ اتفاقی بود که حالا خانم اینجادی این تفاوتی که الان توی ادبیات داستانی به خصوص به وجود اومده، عواقبش چی بوده، اصلا چه اتفاقی افتاد که این جنگ شد، شاید یک دفعه همه در برابرش قرار گرفتن. خب با توجه به تعریفش کلن عنوانش هم متفاوته. نکته دیگه که شما فرمودین این که کلن اون کسی که حتی متجاوز هم هست هیچ وقت جنگ رو نمیاد ستایش کنه. پس اگر ما صحبت میکنیم در حقیقت اینه که این جنگ که اتفاق افتاد، این اختلاف، این تجاوز، این اتفاق شوم، چه تأثیراتی در طول مسیر جنگ گذاشت و بعدش عواقبی که روی جامعه گذاشته. نکته دیگه که خیلی جالب بود و این رو حتما دلمون میخواد که بیشتر در موردش صحبت بکنیم، این که در زمان جنگ توی هر کشوری اتفاقاتی میفته که خود خودی هم اشتباه میکنه،
برها خیلی از حالا اسمش رو میگن که عملیات ها، خیلی از اتفاق هایی که تو خود در طول جبهه اتفاق افتاد، شاید فرماندهی بود که درست عمل نکرد، شاید سربازی بود که درست عمل نکرد، یا در اون لحظه فکر میکرده با اون عملی که داره میکنه بهترینه. یعنی ما که جای اون قرار نداشتیم که تفنگ جلوی چشممون باشه ببینیم چه اتفاقی باید و در آن واحد تصمیم بگیریم. در اون لحظه شاید به نظر اون فرمانده بهترین نظر حمله بوده، ولی وقتی میایم از عقب نگاش میکنیم میبینیم که نه، این نشونه ترسو بودن اون فرمانده بوده. خب اینا با توجه به اون ارزش و تقدس‌گرایی که به ادبیات جنگ داده بشه نمیشه راجع بهش صحبت کرد، و این برنامه برای همینه، برای اینه که در مورد این نوع نگاه صحبت بشه و نویسندگانی که به این نوع نگاه دقت داشتن. و اینکه حالا یه نکته دیگر من میگم بعد میریم سراغ خانم کاظمی عزیز، خیلی از نویسنده هایی که در این زمینه دلشون میخواد بنویسن به همین دلیلی که شما گفتین شاید متهم بشن به اینکه الان، یعنی نمیدونن اصلا چجوری باید صحبت کنن، بالاخره بگن خوبه، بگن بده، اصلا بگن راجبش صحبت کنن یا نکنن، در بین یک چند راهی قرار گرفتن. خانم کاظمی عزیز، میشنویم صحبت‌های شما رو و اینکه میخوام بریم سراغ خانم ایجادی و این نوع ادبیات تفاوت رو با هم صحبت بکنیم. بفرمایید. دو نکته خیلی خیلی جالبی رو بهش اشاره کردن. حالا بگذاریم از اینکه این در واقع نوع ادبی در قبضه حالا بخش دولتی قرار گرفته و این حرفا، که حالا اینا رو بعداً بهش خواهیم پرداخت. یه سری از این عنوان سازی ها بودش که اصلا برای من سوال پیش اومد، این عنوان سازی از کجا میاد؟ کی میتونه تضمین بکنه؟ کی میتونه بیاد بگه که حالا این کشور ادبیات ملی میهنی داره، این یک کشور میتونه ادبیات ضد جنگ باشه؟ اینا رو من خودم با خودم فکر میکردم که مگر نه اینکه یه فرهنگستان زبانی باید باشه، یک عده کارشناس باید بشینن داره هم دیگه و یه اصطلاحات واژهاتی بسازن و اونو در واقع با هم دیگه قبولش بکنن و ترویجش بدن. این حالا یه سوالی هستش که پیش اومد برای من و دوست دارم دوستان در موردش فکر بکنن. و یه تأکیدی هم بکنم در مورد اینکه دقیقا گفتین، آره ما در این مقابله با ادبیات جنگمون دو نوع برخورد هستش. یکی همون ترسی که حالا یه عده از نویسنده های دولتی دارن، مثلا من باهاشون صحبت میکنم که خب بیاین توی این برنامه شرکت بکنین، نه ما این برنامه نمیدونم خارج از ایران هستش، اون ترسه هسته. یه سری هم وقتی من اصلا می نویسم خب ما می خواهیم در مورد ادبیات جنگ صحبت بکنیم، چپ چپ نگاه می کنن، مگه شما باید راجع به ادبیات جنگ، مگه جنگ مال ما بوده، پیشینه ما بوده، چیزی هستش که به هر حال باش درگیر بودی و مسلمن هم باید بهش پرداخته بشه، هم باید ازش نوشته بشه و همه درش سهم داشتن. ولی باز حالا برگردیم به همون تفاوت ها که دوستان اگر بخوان بفرماین من در خدمت هستم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما خانم کاظمی بابت تذکر این دو نکته. برای عزیزانی که این برنامه رو تماشا میکنند، برنامه از برنامه های ادبیات جنگ، ما اینجا با هم گفتگو میکنیم در مورد ادبیات داستانی که در موردش صحبت نشده، نویسندگانی که به نوعی با این ادبیات عجین هستن، دوست دارن در موردش بنویسن، حالا چه در زمان جنگ چه در زمان بعد از جنگ، عواقبش، و شاید جایی نبوده که بخوان در موردش صحبت بکنن. خانم ایجادی عزیز، در مورد تفاوتی که وجود داره حالا بین ادبیات جنگ در ایران و در کشورهای دیگه، نمیدونم آقای نجفی صحبت کردن تعریفش متفاوته، و شما تفاوت رو بین خود زمانی که جنگ اتفاق افتاد، اون ادبیات داستانی و عواقبش، و اینکه خب الان اصلا بهتر به اون پرداخته بشه و نشده، به نظر شما
که در این حوزه به هر حال هم پژوهش داشتید، هم براتون در حقیقت بهش علاقه دارید و ژانری هستش که دوست دارید در این زمینه صحبت بکنید، تحقیق کردید. این تفاوته که بین زمان ادبیات، بین ادبیات جنگ در زمان جنگ و بعد از جنگ، از کجا اصلا ایجاد شد و چه جوری وارد این ادبیات داستانی معاصر ما شد؟ به واقع ما باید نگاه بکنیم به این که ادبیات از کجا نشأت میگیره، داستان ها از کجا تغذیه میشن و ساخته میشن. خب بدیهیه که نویسنده در ارتباط با جامعه‌ای که داره زندگی میکنه تحت تاثیر قرار میگیره و اون چه رو که دریافت میکنه در آثار خودش منعکس میکنه. به همین دلیل هم هست که حالا لااقل از دید من، و میدونم که بسیار نویسندگان دیگه هم بر این نظر هستن، هرچند که همه بر این نظر نیستن، اما به واقع نظر من این هست که نویسنده راه حل که ارائه نمیتونه بده، حتی گاهی پرسشگر هم نیست، فقط آینه وار اون چه رو که داره در جامعه رخ میده طبق دریافت خودش و بر اساس نگرش خودش تبدیل به یک فرم میکنه، به فرم داستان مثلا، یا حالا شعر در میون شاعرها، فیلم ساز به فیلم تبدیل میکنه، هنرمند عموما اینها رو منعکس میکنه، از جامعه داره دریافت میکنه. کسی که دوره جنگ رو تجربه کرده باشه در هر سطحی، از اون خط مقدم بگیری تا اینکه در دورترین نقطه در ایران از جبهه به سر برده باشه، اما در جامعه ای که درگیر جنگ داره زندگی میکنه، خب اون چرا که دریافت میکنه باید منعکس بکنه، اگر نکنه که نمیشه، میمونه اینجا. نویسنده می نویسد چون حرفی برای گفتن دارد و این حرف رو باید که بگه. اینکه چقدر از این آثار هم منتشر میشه یا نمیشه در هنگام نوشتن داستان اصلا مهم نیست برای نویسنده، چون اون حرفه رو میخواد بزنه و مطرح بکنه. پس پایه اصلی شکلگیری ادبیات جنگ خود اتفاق جنگه و رویدادها و تأثیراتی که توی جامعه گذاشته و اون چه که نویسنده دریافت کرده و نیاز به این که باید اینها رو بازتاب بده. به نظر من هیچ منشأ دیگری جز این نمیتونه وجود داشته باشه براش. نیازی که در جامعه وجود داره و اتفاقایی که در جامعه میفته دیده میشه، همه اینها رو شما میگید که باعث میشه اون نویسنده‌ای که دوست داره رو این مورد حرفی بزن یا حرفی برای گفتن حتی داره، شروع میکنه به نوشتن ازش. حالا اینکه نتیجهش چی باشه هم خیلی براش مهم نیست، باید حرفش رو بزنه. درسته. آقای نجفی عزیز، من سوالی که از شما دارم اینه که اصلا کلن این ادبیات جنگ ایران با کدوم یکی از کشورهای دیگه شبیهه؟ دشوار گفتنش، ولی من با شوروی مقایسه میکنم به چند دلیل. شوروی هم مورد حمله قرار گرفت، یعنی یه جورای قربانی بود، ما هم همینطور. ولی در شوروی هم یک حکومتی بود که سعی کرد این ادبیات رو کنترل بکنه، متولیگری بکنه، نگاه ایدولوژیک داشت. در کشور ما همینطور. در هر دو تا کشور ادبیاتی تولید شد که بیشتر تبلیغی و شعاری بود تا اینکه واقعا ادبی باشه. آسیب هایی که ادبیات به اصطلاح رئالیسم سوسیالیستی گرفتارش بود، کمابیش ما هم ادبیات که ما به اسم ادبیات دفاع مقدس در ایران داشتیم گرفتار همین آسیب ها بود. اگر من بخوام مقایسه بکنم، تو این کشورهایی که صاحب ادبیات جنگ هستن و حالا نسبتا معروفن، من شوروی رو با ایران بیشتر
نزدیک میبینم. چون آلمان قضیهش فرق داشت، آلمان شکست خورد، آلمان متجاوز بود، امریکا متفاوته چون امریکا باز آغازگر جنگ نبود و در این حال فاتح بود. هر کدوم از این کشورها رو میبینید خیلی متفاوته، دولتی نشد توی اون کشورها، ولی در روسیه اتفاق افتاد. به این ترتیب من در واقع این دوتا رو میتونم با هم مقایسه کنم، به ویژه اون بحث ایدولوژیک شدن قضیه، ادبیات شعاری. ما مشکلی که واقعا در مورد ادبیات جنگ خودمون داشتیم به خاطر متولیگری دولتی، دخالت حکومت در اینجور ادبیات هم به شکل سلبی و ایجابی، یعنی هم سلبی به این شکل که نذاره نویسنده های مستقل غیر دولتی روایت خودشون رو از جنگ بنویسن، و هم به شکل ایجابی این که سعی بکنه که نویسندگان دولتی تولید بکنه، کارهای سفارشی تولید بکنه، کارهای شعاری تولید بکنه. از این جهت ما خیلی شبیه همون جریان رئالیسم سوسیالیستی هستیم که در شوروی در واقع اتفاق افتاد، و این ادبیات نیست، بیشتر در واقع تبلیغاته. و حتی تا یه چیزی میشد بالاخره زیرسیبیلی به قول معروف رد کرد وقتی که هنوز جنگ ادامه داره. آدم میگه خیلی خب، به هر حال ما در خطریم، کشور در خطره، این کارهای تهییج کننده شعاری شاید لازمه. ولی متاسفانه با پایان جنگ ایران عراق باز ما میبینیم که این نوع ادبیاتی که بیشتر شعاری است، ایدئولوژیکه، همچنان ادامه پیدا کرده، همچنان مقاومت میکنند. حالا که دیگه خطر جنگ تموم شده، ما میبینیم که مثلا کار آقای احمد دهخان، من قاتل پسرتون هستم، داستان کسیه که به هر حال مجبور میشه که همرزم خودش رو بکشه به خاطر اینکه اون همرزمه داشته، به خاطر اینکه ترکش خورده بود، تو حال هوای خودش نبود، داشت یه عملیات رو مثلا لو میداد که باید در سکوت و اختفاء انجام میشه. خب به هر حال تازه خیلی هم چیز نیست به نظر من، حتی اینکه خائن باشه و فلان باشه حتی اینام نیست، ولی حتی همین حد هم تحمل نکردن و این کتاب خیلی بایکوت شد، توقیف شد، اذیت شد خود نویسنده. یعنی همچنان در واقع ما میبینیم که محافل دولتی نمیخواستن آثار متفاوت، آثار انتقادی، آثاری که جنبه‌های منفی جنگ رو داره نشون میده، اینها رو نمیتونستن بپذیرن. به این ترتیب در واقع چیزی که ما تا حالا تولید کردیم در ایران بخش اعظمش ادبیات نیست، بلکه بیشتر تبلیغات آثار ادبی نیست. همونطور که در شوروی هم اتفاق افتاده بود، یعنی رئالیسم به اصطلاح سوسیالیستی که نه رئالیستی بود و به نظر من نه سوسیالیستی، هیچ کدوم نبود، این اسم رو یدک میکشید، شما واقعا چند تا کار با ارزش ازش میتونید در بیارید، حالا به غیر از یه دونه دون آرام و حالا خیلی تخفیف بدین مثلا گارد جوان و نمیدونم دو سه تا اثر، بقیهش دیگه واقعا نموند، واقعا در تاریخ ادبیات واقعا باقی نموند، از بین رفت. این هم گرفتاری که به اصطلاح ما داریم دیگه داریم. اگه سوال دیگه هست من در خدمت شما. در حقیقت چیزی که شما میفرمایید اینه که اون به خاطر شعاری بودنش شاید با توجه به شباهتی که به ادبیات شوروی داره، اون چیزی که اون نتیجه‌ای که باید ازش پیدا بشه نشده، اون اتفاق هنوز نیفتاده. البته این بحث ادبیات جنگ، خانم کاظمی حتما خدمت شما عزیزان گفتن، شما مهمانان عزیز، و من برای شما عزیزانی که با ما همراه میشید میگم که بحث طولانیه، بحثی نیستش که تو یک جلسه بشه در موردش صحبت کرد، در هر جلسه یکی از ابعادش رو نگاه میکنیم. زمینه گفتگویی هست که تا حالا در موردش صحبتی نشده، تا حالا در موردش گفتگو و میزگردی گذاشته نشده، که اصلا بپردازیم به اینکه این نویسندگان مستقل که در مورد ادبیات جنگ می نویسند، نوشتند
یا میخوان بنویسن اصلا چجوری، نتیجهش چجوری، مخاطب چجوری میپسنده، و موضوعاتی که طبق خانم ایجادی اشاره فرمودن که عواقب و آسیب هایی که جنگ برگذاشته بر جامعه، حتی در نسل الان چه اتفاقاتی داره میفته، در موردش صحبت کنیم. خانم کاظمی شما یک سوالی دارید که میخواید بپرسید، بپرسید از خانم ایجادی که من الان سوالی که دارم بیشتر میخوام از آقای نجفی بپرسم. در مورد اینکه واقعیتش رو بگم، من خودم فکر میکردم که ادبیات ما، حالا نه به لحاظ اون مسائل دولتیش و اینا، بیشتر شبیه ادبیات آلمان باشه. قبول دارم که خب حالا به خاطر دخالت‌های دولتی، به خاطر مسائلی که حالا دولت اومده اینو ادبیات قبضه کرده، میتونیم بگیم که ادبیات ما نزدیک به ادبیات شوروی هست. اما من خود نمیدونم چرا همچین مسئله‌ای برام پیش اومد. مقایسه میکردم با اون زمانی که مثلا حالا زمان هیتلر هستش و میدیدم که اون زمانم زیاد آثار به قول معروف معروف و نمیدونم زیادی ما ندیدیم، که حتی اون موقع هم تقریبا تحت لوای دولتی بودش نوشتن ها. اینو میخواستم یه توضیح بدین و اینم به اشاره بکنم که خب به هر حال ما اشاره کردیم شما دون آرامو داریم که در سطح جهان در واقع مطرح شده، خب ما این اثر رو داریم، ولی آلمان من شاید من نمیدونم، اگر میشه شما اشاره بکنید و بگین که خب کدوم اثر بوده که تونسته حالا بالا بره. و من خودم اشاره کرده بودم به این که خب توی اون دوران که حالا دوران هیتلر رو میخواییم ما بررسی بکنیم، در کنار کتاب نبرد من که بیشترین در واقع نشر رو داشت، هیچ کتاب دیگه ما نداریم آنچنان که بتونیم بگیم که خب معروف شد و در سطح جهان مطرح شد. اینو میشه یه توضیحی بفرمایید شما؟ بله ببینید، بله ما میتونیم ادبیات جنگ خودمون رو با ادبیات جنگ دوره نازی ها بسنجیم، به جهت دولتی بودنش، ولی تفاوتش اینه که خب اونا شکست خوردن، ما اون شکست رو تجربه نکردیم. من یه لحظه فقط معذرت میخوام، الان برمیگردم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. تا آقای نجفی برگردم و به سوال شما پاسخ بدن، خانم کاظمی عزیز سوالی که دوست داشتید از خود خانم ایجادی بپرسید، براتون ایجاد شده بود، اون رو بپرسید. خواهش میکنم. تا بعد بریم. خواهش میکنم. خانم ایجادی عزیز ما، توی دوران جنگ، اولا که من یه اشاره بکنم به اینکه خانم ایجادی همسر آقای مجید رازی هستن، تهیه کننده برنامه های کودک توی تلویزیون، و با اون اثر علی کوچولو اگر همه دوستان آشنا باشن، یعنی اثری که اصلا قشنگ ما میتونیم حتی راجع به جنگ هم هستش میتونیم بهش اشاره بکنیم. خب توی اون برای من سوال، با وجودی که فعالیت هایی هم داشتن در حالا مورد جنگ و صحبت هایی که با در واقع بچه هایی داشتن که توی جنگ زده بودن و اینا، چطور شده که داستان جنگ آنچنان ندارن؟ خانم ایجادی میشنویم صحبت های شما رو، که بعد من برمیگردم به قسمت علی کوچولو، چون اون قسمت خیلی اصلا یک دفعه خانم کاظمی یه خاطرات انقدی رو جلوی چشم من زنده کردن. من در خلال 70 ببخشید آقای نجفی برگشتن. نه برگشتم، ولی شما صحبتتون میکنید، من در خدمت هستم هر وقت که خواهش میکنم. در دهه 60 و 70، خب من 5-6 سالی تو خود تلویزیون
همکاری داشتم در گروه کودک بودم و بعدم که دیگه همکاریمو به لحاظ اداری قطع کردم، تا اواسط دهه 80 من نویسندگی برنامه‌های تلویزیون رو برای کودک و نوجوان بر عهده داشتم. یه بخشی از کاری که انجام میدادم خب طراحی برنامه‌هایی بود که خودم باید بودم بنویسم، بخش دیگرش نوشتن برنامه‌هایی بود که تهیه کننده و طراح دیگری داشت. جنگ از موضوعاتی بود که به هر حال وقتی شما حدود 20 سال کار بکنید توی این مملکت و یه بخشش هم توی سالهای جنگ باشه، قطعا کار دارید برای بچه ها و در حوزه جنگ. ولی کارهایی بوده که از تلویزیون پخش شده و تمام شده، کاری نبوده که اونقدر ارزشمند باشه که مونده باشه یا من بخوام امروز ازش نام ببرم. تنها کارهایی که برای خودم ارزش داشت یک فیلمنامه فیلم کوتاه بود که متاسفانه ساخته نشده، برای کار 30 دقیقه‌ای طراحی شده بود و گمونم نمی‌کنم روزی ساخته بشه، و یه داستان کوتاهی بود که خیلی خودم علاقه‌مند بودم به شخصیت مادری که نوشته بودم، که خب توی مجموعه دومم میدان آی کتابی این داستان منتشر شده. غیر از این من کارهای نوشته شده دارم ولی هنوز برای انتشارش اقدام نکردم. پس این امید رو ما داریم خانم کاظمی که ایشون داستان‌های نوشته نشده شون چاپ بشه از این دوران. آقای نجفی خیلی ممنون که ببخشید که ما میونه کلام شما رفتیم، ما سوال رو از خانم ایجادی پرسیدیم، میشنویم جواب شما رو در مورد سوالی که خانم کاظمی ازتون پرسید. بله من معذرت میخوام که وقفه افتاد در صحبت. بله ما میتونیم ادبیات جنگ خودمون رو با ادبیات آلمان، البته در دوره نازی ها میتونیم از یه جهت بسنجیم چون اونا هم ادبیات شعاری و کلیشه‌ای داشتن، اما اگر بخوایم با ادبیات بعد از جنگ مقایسه بکنیم یه تفاوت‌هایی وجود داره. تفاوت‌هاش اینه که خب اونا شکست خورده بودن، در این حال متجاوز بودن، ادبیاتشون ضد جنگ بود، ما میگیم دفاع مقدس، اونا میگن ضد جنگ، اونا جنبه‌های منفی جنگ رو بیشتر نشون میدن. ماها که میگن، منظورم بیشتر در واقع متولیان ادبیات جنگ هست، بیشتر دوست دارن که جنگ رو یک امر خیلی والا و مقدس و همه جنبه‌های مثبت رو در نظر بگیرن. از این جهت ها در واقع با ادبیاتی که بعد از جنگ در آلمان به وجود اومد ما خیلی متفاوتیم، ولی با ادبیاتی که در دوره نازی ها به وجود اومد از جهت کلیشه‌ای بودن، شعاری بودن، میتونه در واقع مشابه باشه. ولی یه نکته دیگه هم هست که شاید به خاطر همین خانم کاظمی در واقع این تشابه رو احساس کردن، ما خیلی از نویسنده‌های ما چون تجربه کافی نداشتن گرته برداری کردن. یه بخش از نویسنده‌های ما اومدن از نویسنده‌های شوروی رئالیسم سوسیالیستی گرته برداری کردن. من مثلا برای اینکه از خودم هم نگم، از این کتاب 100 سال داستان نویسی در ایران مال آقای میرابدینی نقل می‌کنم. یه تیکه‌ای رو از حتی کار خوب رو من تازه دارم میگم، یه کار خیلی خوب مثل زمین سوخته رو آورده بود و یه بخشی رو ذکر کرده بود که گفته بود عین این صحنه شما میتونید توی رمان‌های رئالیسم سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی پیدا بکنید، که مثلا یارو قطار فشنگ بسته و رفته بالای یک بلندی و طره موهاش افتاده جلو چشمش و داره میگه رفقا باید بخاطر فلان بجنگیم چیکار کنیم. میگه این خیلی شبیه مثلا کار رئالیسم سوسیالیستی، معلومه که گرته برداری شده از اونجا. برابر خیلی از نویسنده های ما به ویژون هایی که مثلا گرایش چپ داشتن ممکنه که
از ادبیات رالیسم سوسیالیستی گرته برداری کرده باشن، برخی ها هم از ادبیات آلمانی گرته برداری کرده. حالا نمیشه به قطع و یقین گفت، ولی مثلا بعضی ها مثلا صحبت کردن از یه شباهت های بین قطار به موقع رسید هاینریش بل و مثلا کتاب آقای آبکنار برای نمونه. ولی حالا اینو بازم میگم، من نمیخوام به قطع بگم، ولی به هر حال ممکنه که برخی از نمونه های خوب ادبیات جنگ آلمان ازش در واقع تأثیر گرفته باشن نویسنده‌ها. به این ترتیب در این حد میتونم بپذیرم شباهت بین ادبیات ما و ادبیات آلمانی، ولی در حد گرته برداری، در اینکه موقعیت ما با موقعیت آلمان خیلی متفاوت بود، چون اونا هم متجاوز بودن هم شکست خورده، ما با متجاوز نبودیم، شکست هم نمیدونم بگم خوردیم نخوردیم، هر دو طرف به نظر من یه جوری باختن، ولی اون شکلی که در آلمان اتفاق افتاد به هر حال در ایران به نظر من رخ نداد. یک اشاره هم خانم کاظمی کردن به دونا آرام، این رو فقط من بگم که درباره دونا آرام هم حرف حدیث خیلی زیاده، حتی یک کتابی چاپ شده بود که دو سه تا محقق خیلی درست حسابی با سند و مدرک و دلیل و اینا آورده بودن که دونا آرام یک دزدی ادبیه، یعنی شلوخوف توی این جنگ‌های داخلی روسیه که بین سفیدا و سرخا بوده، یه قزاق سفیدی که کشته شده بود دست‌نوشته‌های اونو پیدا می‌کنه و فقط دیگه اون داستان رو پایانش رو به نفع به اصطلاح سرخا مثلا تموم می‌کنه. حالا این البته حرفای خیلی مهمی هم نیست به نظر من، مهم خود اثر، حالا اسم این باشه یا اون باشه خب یه بحث دیگری است. به هر حال در مورد خود دون آرام هم میخوام بگم که دون آرام یه استثناست، هم به این جهت هم به جهت دیگر، این که جالبه که خود این کتاب که الان ستایش میشه دقیقا به خاطر مسائل ستایش میشه که در دوره خودش فشار بود که آقا چرا تو اونجا سفیدار بیطرفانه گفتی، چرا مثلا اینجا این حرف رو زدی، دقیقا به خاطر همین زیر فشار بود در دوره به اصطلاح خود مثلا استالین. از جهت دون آرام رو ما میتونیم استثناء بگیریم و خارج از یه استثنایی مثل دون آرام اگه بریم سراغ بقیه آثار شوروی میبینیم که بیشتر آثار کلیشه‌ای و شعاری و ایدئولوژیک هست. خیلی ممنون از توضیحاتتون آقای نجفی و ممنون از موش کافی دقیقتون، ممنونم. خانم کاظمی عزیز، برنامه ما در حقیقت تایمش تموم شده، میدونم که هنوز خیلی مباحثی هستش که در موردش صحبت باید بشه، به خصوص تفاوت ادبیات در دوران جنگ و بعد از جنگ، عواقبش، ناسیبهاش و کلن نویسندگانی که در این زمینه داستان نوشتن تو ادبیات داستانی، چه نویسندگانی که موفق بودن، چه نویسندگانی که مخاطبین زیادی داشتن. در مورد همه این مسائل به همین دلیل این سری برنامه هر هفته برگزار خواهد شد با میهمانان عزیزی که دعوت میشن که در این مقوله گفتگو داشته باشن. خانم کاظمی، اگر که شما چیزی دارید که اضافه کنید ما صحبتهای شما میشنیم. من متشکرم از دوستان به خاطر توضیحات کاملشون. نمیدونم، من ترجیح میدم که صحبت نکنم، اگر خانم ایجادی صحبت دیگه ای دارن یه خورده وقت بدیم به ایشون که در واقع هم برنامه رو تموم بکنم ببندن، هم اگر صحبت دیگه ای دارن که بخوان ادامه بدن ما در خدمتشون باشیم. خواهش میکنم. خانم ایجادی، خیلی ممنون از اینکه در این برنامه شرکت کردید و ممنون از صحبتاتون و موضوعی رو که باز کردید برای عزیزانی که در این برنامه شرکت میکنن، خود شما، که هرچه بیشتر ادبیات جنگ باز بشه، در موردش صحبت بشه، گفتگو بشه، نویسندگان دعوت بشن و در حقیقت نتیجه‌ای که باید گرفته بشه گرفته بشه. میشنویم صحبت‌های شما. خواهش میکنم. من قبل از این که یک نکته کوتاهی رو عرض بکنم، میخوام سپاسگزاریم رو ابراز بکنم نسبت به شما و دوستان دیگری که در تهیه این سری برنامه ها تلاش میکنید.
به نظرم بسیار کار ارزشمندیه و قطعا تأثیر خودش رو در طول زمان نشون خواهد داد. از حضور آقای نجفی خانم کاظمی هم سپاسگزارم و از اجرای خیلی خیلی خوب شما. تنها نکته‌ای که به نظرم میرسه که اگر اجازه بدید من بهش اشاره بکنم این هست که یک نویسنده ممکنه در حوزه ادبیات جنگ دو روی کرده متفاوت ما ازش ببینیم در آثارش. یعنی زمانی که جنگ برگزار میشد، اتفاق میافتاده در زمان وقوع اون رویداد، یک نوع واکنش و یک نوع تحلیل داره نسبت به جنگ ما در آثار داستانیش میبینیم. و مثلا یک دهه پس از جنگ ما داریم یک رویکرد کاملا متضاد از همون نویسنده در آثار داستانیش میبینیم. هرچند که خیلی کم من باهاش برخورد داشتم در حوزه ادبیات جنگ، ولی برام بسیار خوشایند بود وقتی که با چنین چیزی مواجه می شدم. نه به لحاظ اینکه یک تجربه شخصی و یک پویایی شخصیت رو در یک نویسنده می دیدم، بلکه به این دلیل که می دیدم این فرصت فراهم شده بود حداقل در مقطع زمانی که ما بتونیم چنین تغییری رو ببینیم و منتشر بشه. این خیلی خیلی برام مهمه، چون میدونید که وزارت ارشاد سخت گیرانه با ادبیات داستانی برخورد میکنه در کل، نه فقط ادبیات جنگ، که ادبیات داستانی واقعا خیلی خیلی نسبت بهش سخت گیری وجود داره برای حوزه ادبیات جدی ما. و گاهی که آدم میبینه چنین آثاری منتشر میشه که در تضاد با اون شعارها هست، مایه خوشحالی. خواستم که این را مطرح کنم. خیلی ممنون، خیلی نکته، واقعا ممنون از اینکه این نکته رو متذکر شدین. من اینجا از همه عزیزانی که این برنامه رو نگاه میکنن این رو بگیم که اینجا کار نقد داستان انجام میدیم، نه در مورد اینکه نویسنده یک موقع یک رویکرد دیگه ای داشته همونجور که خانم جادی گفتن و الان یک رویکرد دیگه ای داره، اصلا اینجور نیست. در حقیقت ما داریم در مورد یک ژانری صحبت میکنیم که شاید یه مقدار مهجور مانده و در موردش صحبت نشده، چه نویسندگانی که در دوران در مورد خود اتفاق جنگ نوشتن، در مورد بعد از جنگ نوشتن، یا حتی اتفاقاتی که یه آدمی قبل از جنگ یه زندگی داشته، بعد از جنگ چه جوری شد که اصلا زندگیش از این رو به اون رو شده. به هر نحوی خیلی نویسندگانی وجود دارن که در مورد سوژه های متفاوتی که از جنگ حالا چه آسیب دیدن، چه اتفاقات بزرگی در زندگیشون افتاده نوشتن. ممنون از اینکه این رو متذکر شدید خانم جادی، واقعا تشکر میکنم از اینکه این رو گفتید. خواهی میکنم که به هر حال سرفم گرفت و اینا، امیدوارم این تو مونتاژ در بیاری. بالاخره ما داریم صحبت کنیم، ممکنه آدم چایی بخوره، سرفه کنه، بخنده، هیچ اشکالی نداره. برنامه خودمون هست دیگه، برنامه هستش که داریم با هم گفتگو میکنیم. خیلی ممنون از حضورتون، واقعا تشکر میکنم. آقای نجفی، ما صحبتهای شما رو میشنویم، البته شما در برنامه های دیگه هم هستید، ولی حالا صحبتهای شما رو در مورد این برنامه میشنویم. لطف دارید. من صحبت که خیلی خیلی زیاده، یعنی بحث آسیب شناسی، بحث مقایسه، بحث راهکارها، خیلی بحثای دیگه طبیعتاً اصلا واردش ما نشدیم، ولی من حرف خاصی ندارم. اگر ابهامی هست، نکته خاصی هست، سوال خاصی هست، با کمال میل در خدمت شما هستم. اگر نه که دیگه باقی صحبت ها رو منم میذارم برای نشست آتی. خیلی ممنون. من همینجا یک بار دیگه از همه شما عزیزانی که با ما همراه هستید در این سری برنامه‌های ادبیات جنگ، هر سوالی که داشته باشید میتونید برای ما بفرستید. میهمانان عزیز و خود خانم کاظمی، آقای نجفی و خانم ایجادی پاسخگو خواهند بود، ما براشون ارسال میکنیم. و اینکه سری برنامه ها هستش، هر جلسه در مورد یکی از زمینه ها گفتگو میکنیم و این همونجور که آقای نجفی اعلام کردن، این مقوله یک مقوله خیلی بزرگی هست که در هر زمینش که بخوایم صحبت کنیم چند جلسه زمان میبره و شاید توی یک جلسه اصلا نمیشه در موردش نتیجه گیری کرد یا صحبت رو جمع کرد.
خانم کاظمی عزیز، من ممنونم از اینکه این برنامه رو ترتیب دادید و از این دو مهمان عزیز دعوت کردید. صحبت‌های شما رو می‌شنویم. خواهش میکنم. امیدوارم که برنامه حالا از این نشست‌ها آینده مفید فایده بوده باشه و امیدوارم که بتونه راهکار بده برای عزیزانی که میخوان بنویسن و میخوان این جان رو دنبال بکنن. در مورد نکته که خانم ایجادی فرمودن، واقعا نکته مهمی هستش، مخصوصا الان من صحبت‌هایی که آقای در واقع نجفی کردن در مورد جنگ آلمان، ادبیات پس از جنگ و ادبیات زمان جنگ و ادبیات زمان هیتلر، من فکر میکنم که چه گستره عظیمی هستش و چقدر میشه راجبش صحبت کرد. همطور که شما گفتین، ما هم اینجا از آقای نجفی دعوت میکنیم که توی جلسات آتی هم باشن و امیدوارم بتونیم که در واقع این ژان رو به خوبی در موردش صحبت بکنیم و به نتیجه خوبی هم برسیم. خیلی ممنون از همه شما دوستان و همراهانی که صمیمانه با ما همراه هستید. مژده هستم از سری برنامه‌های ادبیات جنگ از Persian Awards جوایز پارسی، با حضور مهمانان عزیز خانم نوری ایجادی و آقای رضا نجفی به همراه خانم بهار کاظمی. از همه شما عزیزان خدافظی می‌کنم. تا دیدار دیگه، لبخند از رو لباتون دور نشه. خدا نگهدار. مژده هستم از Persian Awards جوایز فارسی در ادبیات، موسیقی، هنر، سینما و بیزنس. برای مشاهده ویدیوهای جوایز فارسی، چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. زنگوله کنارش رو هم بزنید تا شما اولین نفری باشید که برنامه‌های ما رو می‌بینید. ما رو در پیج اینستاگرام از این بالا فالو کنید تا همیشه جدیدترین خبرهای Persian Awards اولین نفر برای شما برسه.